درود به همگی، یه ویدیو جدید دیگه با 10 تا اصطلاح جدید دیگه. اینطوری که از کامنت ها معلومه، من احساس میکنم که خیلیاتون با این مدل، یعنی با تصویر، یه جوری رابطه بهتری برقرار میکنید و براتون یادگیری لذت بخش تره. من خودم هم به این نتیجه رسیدم، چون فقط اگر با ورد کار کنم و فقط جمله بنویسم و تایپ کنم یه جوری خسته کننده تره، ولی اینطوری باز آدم شور و شوق میگیره که بتونه راحت تر یاد بگیره، بیشتر یاد بگیره، بهتر یاد بگیره. و از این بابتم خیلی خوشحالم که با این مدل آموزش بهتر ارتباط برقرار میکنید و مرسی از کامنت های قشنگتون و امیدوارم روزی برسه که دیگه قصه اینو نخورید که من چرا زبان بلد نیستم، وای من چرا نمیتونم صحبت کنم. مطمئن باشی با تلاش به هر چیزی که دلتون بخواد میرسید. هیچ چیزی هم بدون تلاش به دست نمیاد، مگر اینکه یک شانس بسیار بسیار بزرگی داشته باشید. اون فلایس کین پرایس، بدون زحمتی چیزی به دست نمیاد. بس شروع میکنیم آموزش امروز رو. غو یعنی آرامش، شنیدی طرف میگه لس میش این غو، یعنی آروم آرومم بذار، بذار آرامش داشته باشم. اینجا میگه ایش ویل، امروز جملات اصطلاحات با ایش ویل، من قصد دارم، من میخوام، جمله تأکیدی میخوام. ما یه دونه داریم ایش مشته، یه دونه داریم ایش ویل. ایش مشته یعنی من یه چیزی رو میخوام ولی تأکید روش نیستش، ولی ایش ویل که میگید مثلا روش تاکید هستش، یه کاریه که واقعا میخواید انجام بدید. ایش ویل ماینه غو هاون، من میخوام آرامش داشته باشم. برای مثال میگم صاحب خونه، همسایتون موزیک رو زیاد کرده، میدید در خونه همسایه رو میزنید، میگی که بیت مخ دین موزیک لایزه، ایش ویل ماینه غو هاون، لطفا صدای موزیک تو کم کن، آهسته کن، من میخوام آرامش داشته باشم، من میخوام آرامش خودم رو داشته باشم. میشه به کار برد. نخ دنکن، به یک چیزی فکر کردن. ایش ویل دا غوبا نخ دنکن، ایش ویل دا غوبا نخ دنکن یعنی اینکه من میخوام راجع به اون فکر کنم. ایش ویل دقیقه نخدنکن، من میخوام راجع به اون فکر کنم. دی واهایت، دی واهایت یعنی حقیقت. زگ می دی واهایت، لطفا به من حقیقت رو بگو. ایست از دی واهایت، این حقیقته. ایش ویل دی واهایت ویسن، من میخوام حقیقت رو بدونم. ایش ویل دی واهایت ویسن، من میخوام حقیقت رو بدونم. شتورن یعنی مزاحم شدن. مثلا به طرف میگی بیت شتورمش نیشت، لطفا مزاحم من نشو. او دا مثلا میگی بیت شتورن زی میش نیشت، لطفا مزاحم من نشید. یا میرید یه جایی احساس میکنید مزاحم کسی شدید، وقت کسی رو گرفتید، به طرف میگید که شتوقیش زی، یعنی آیا من مزاحم شما شدم، آیا مزاحم شما هستم. اینجا میگه ایش ویل دیش نیشت شتوقن، من نمیخوام مزاحم بشم، من نمیخوام مزاحم تو بشم. ایش ویل دیش نیشت شتوقن، من نمیخوام مزاحم تو بشم. ایگنس لب، ماین ایگنس لبن یعنی زندگی خودم.
نگاه کنید اینجا دو تا لیبن داریم، یه لیبن با ال بزرگ اومده، یه لیبن با ال کوچیک اومده. لیبنی که با ال بزرگ اومده اسم هستش، داس لیبن، ماین لیبن. لیبنی که با ال کوچیک اومده فعل هستش، فعل زندگی کردن. اینجا میگه ایش ویل ماین ایگنس لیبن لیبن. ایش ویل ماین ایگنس لیبن لیبن. من میخوام زندگی خودم رو بکنم. ایگنس یعنی ایگنه، یعنی مال خودم. مثلا میگی داس ایس ماین ایگنس آوتو، این ماشین خودمه. داس ایس ماین ایگنس لیبن، این زندگی خودمه. داس ایس ماین ایگنه تاشه، این کیف خودمه. Ich will mein eigenes Leben leben، یعنی اینکه میخوام زندگی خودم رو بکنم. ارگرم یعنی عصبانی شدن. Ich will dich nicht ärgern، من نمیخوام تو رو عصبانی کنم. Ich will dich nicht ärgern. یا مثلا برمیگردی میگی versuch mich nicht zu ärgern، یعنی چی؟ یعنی اینکه سعی نکن من رو عصبانی کنی. geschichte یعنی داستان. من قبل از اینکه این جمله رو بگم یه چیزی در این مورد بگم، اصطلاح باحالیه. یکی مثلا یه اتفاقی یه جا پیش اومده، بعد یکی تازه میرسه، بعد ازتون میپرسه که مثلا بهتون میگه همیش بس فپست فپس فپسن، از دست دادن میشه یه چیزی رو از دست دادن. مثلا میگه همیش بس فپست، میگه آیا من چیزی رو از دست دادم، یعنی اینکه اینجا یه اتفاقی افتاده من نفهمیدم، نبودم، متوجه نشدم چی شده. همیش بس فپست. بعد شما مثلا حوصله ندارید برای طرف توضیح بدید که چه چیزی پیش اومده، میگید اه لنگ گشیشته، یعنی یه داستان خیلی بلنده، یه داستان طول درازه، یه اتفاقیه که یه اتفاق خیلی زیادی افتاده که مثلا حوصله ندارید توضیح بدید. ایش هاب کاین لوس الزو لنگ گشیشته، من حوصله ندارم، بنابراین یه داستان طول درازه. اینجا میگه Ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. یعنی چی؟ من میخوام برای تو یه داستانی رو تعریف کنم. یا مثلا به طرف میگی مثلا زگ میاد دی وارهایت ارسل میه نیشت کمیش گشیشته، میگی به من واقعیت رو بگو، برای من داستان چرتپت تعریف نکن. زگ میه دی وارهایت ارسل میه کین زو کمیش گشیشته، به من واقعیت رو بگو، داستان چرت تعبیل من نده، یا داستان چرت برای من تعریف نکن. اینجا میگه ایش ویل دیه این گشیشته ارسلن، میخوام برای تو یه داستانی تعریف کنم. فلسن یعنی ترک کردن. مثلا به طرف میگی فلسن زی بیت دیز سیما، فلسن زی بیت ماین وونونگ، لطفا خونه من رو ترک کنید. اینجا میگه ایش ویل dieses Land für immer verlassen، من میخوام این کشور رو برای همیشه ترک کنم. Ich will dieses Land für immer verlassen، من میخوام این کشور رو برای همیشه ترک کنم. شما این verlassen رو تو حتی سایت اینترنت هم میبینید، مثلا تو یه سایتی هستید دستتون اشتباهی میخوره به اون زبدره،
بعد پایین مثلا بهتون میگه که می نویسه دو تا گزینه میذاره، بلایبن فلاسن، یا میخواید ترک کنید یا اینکه بمونید. بلایبن فلاسن، ایش ویل دیزس لند فور ایما فلاسن، من میخوام این کشور رو برای همیشه ترک کنم. ایش ویل دافون نیشت هورن، ایش ویل دافون نیشت هورن، من نمیخوام چیزی را راجع به آن بشنوم. من نمیخوام چیزی راجع به اون، راجع به آن، راجع به این بشنوم. Ich will davon nichts hören. Gründen، تشکیل دادنم میشه یکی از معانیش. Ich will eine Familie gründen. من میخوام یه خانواده تشکیل بدم، میخوام تشکیل خانواده بدم. Ich will eine Familie gründen. خب اینم از 10 تا اصطلاح. البته من میگم 10 تا اصطلاح، ولی خب تو بین این اصطلاحات یه سری مثالا هستش که براتون میزنم، شاید بشه 20 تا اصطلاح، ولی خب 10 تا عکس با 10 تا اصطلاح که حالا وسطاش بعضی ها مثال میادش، اصطلاحات بیشتر میشه. خواهشی که ازتون دارم، یکی این که همیشه میگم این رو با صدای بلند تکرار کنید که راحت تر تو ذهنتون بشینه، چند بار تکرار کنید. و دومی خواهشم اینه که فقط به این اصطلاحات و جملات بسنده نکنید، بگید خب ما یه ویدیو موری رو امروز 10 دقیقه‌شو گوش دادیم، بسه دیگه، دیگه میمونیم تا فردا یه ویدیو دیگه ببینیم. نه، به اینا بسنده نکنید. لطفاً با این جملات، با این اصطلاحات، با این فعلها، کلمات، جمله‌های دیگه بسازید. سعی کنید جمله دیگه بسازید و یاد بگیرید، بیشتر یاد بگیرید. هر چی بیشتر یاد بگیری به نفع خودتونه. من دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشید.